شروع میکنیم. موضوعی که امروز در خدمتتون هستیم بحث سنگینی هاست. همونطور که تو جلسه قبلی اشاره کردیم، انگار جلسه قبل از قبل، چند درصد از بتن سنگین تشکیل داده بود؟ 65-60. آره. الان اینجا نشاره کرده به بین 60 تا 80 درصد. از آزاده بدنی چقدر میشه؟ حدودم میشه 1500 تا 600 کیلوش سنگدونه. پس اینکه سنگدونه شما بشناسید خیلی از کاراتون جلو میفته. ما خیلی از اوقات بخاطر اینکه ما سنگدونه رو به عنوان مطالب خیلی ثابتی در نظر میگیریم که خیلی قابل مثلا کنترل نیست، به این خاطر خصوصیت خیلی زیادی از بتون از دست میدیم. پس به این خاطر اینکه بدونید سنگدونه چه سایزایی داریم، جنسش چیه، مقاومتش چیه، چه آزمایشات رو انجام بدیم باعث بشه که بدونید سنگدونه خوبی دارید و محدوده اون آزمایشات در چه رنجی باشه، اینها میتونه کمک کنه به اینکه موقع طرح اختراعات بتون خوبی داشته باشیم. بتون خوب داشتن یعنی اینکه خواص مکانیکی خیلی خوبی از بتون بگیریم. خب این اومده گفته کلن سنگدونه ها هم ما توی محدوده مثلا عمران یک در نظر بگیرید، ما یک رشته دیگه داریم به نام مکانیک سنگ و توی معدنه، اونها همه خصوصیات سنگ ها رو بررسی میکنن، اما ما فقط خیلی گذرا رد میشیم از سنگ ها. میخواد اگه این مقدار علمتون رو توی زمین سنگ ها بیشتر کنید، واقعا شاید بتونید که 60-70% خصوصیات بتون رو پیش بینی کنید قبل از اینکه بسازید، قبل از اینکه محصولی تولید بشه. با دونستن خصوصیات سنگدونه ها میتونید بدونید حدوداً خصوصیات بتونتون در چه محدودی قرار میگیره. خب ما سنگ بتون که میسازیم معمولاً تو مقاطع مختلف بریزیم. معمولاً اینجا اشاره کرده که در محدوده مثلا 0.1 میلیمتر اینا از مقطع، واقعا اینجوری نیست. یعنی مثلا از یک مقطع بتونی 0.1 نمیخواد باشه. اگر شما مثلا یک مقطع بتونی دارید و اونم 7-8 آیتم داره که باید ماکسیموم بعد سنگنتون از اون 4-5 تا آیتم کوچیک‌تر باشه، بعد سنگدونه وقتی تو بتون می‌ریزید خیلی راحت تو اون مقطع جا بشه. مثلا یک مقطع بتونی دارید 40 سانتی، بعد سنگدونه‌های حدوداً مشابهی که گفته از 0.1 مثلا 0.1 اون مقطع بریزید. یعنی حدوداً اگه مثلا 40 سانتی میشه حدوداً ماکسیموم 4 سانت، که حتی 4 سانت هم مجاز نیستید، 37.5 فکر می‌کنم. پس این از ماکسیموم بعد سنگدونه و ما رنج سنگدونه هامون از 40 میلیمتر هست به پایین، یعنی 40, 20, 15, 10, 5, 4, 1, حتی 1.1 میلیمتر، 2 میلیمتر. تا اینجا سوالی؟ خب اومده تقسیم بندی کرده سنگدونه ها رو از لحاظ اینجا از آدیگاه زمین شناسی اومده سنگدونه ها رو بررسی کرده که شاید واقعا دونستنش اینه ها رو خیلی وقتی به کارمون میاد که حتما بید با شکل بررسی کنید که بودین از آده شکلی اینا با هم چه فرقی میکنه. ضمن این پاور که الان خدمت رو داره رزم، این پاور پروفسور نویل خدا بیامرزه به نام کتاب کانکریت تکنولوژی ورژن فکر کنم 5 آخرین ورژنه که فکر کنم توی دو سال بعدش خدا بیامرز فوت میکنه و معتبرترین کتاب تکنولوژی بتون توی دنیاست و فکر میکنم که اون جلد خارجیش 120 هزار جلد فروش رفته و به عنوان رفرنس تمام دانشگاه دنیا همین کتاب پروفسور نویله. و این کتاب ما دانشجویامون دانشگاه کارشناسی ترجمه کردن و پاور درست کردن و آقای مهندس درزی این کار کرده و ما الان همه این چیزایی که شما دارین استفاده میکنید زحمات واقعا 2-3 ساله ایشونه. خب
اومده از آزاد سنگدونا رو بررسی کرده، باز اومده بر اساس ASTM بررسی کرده سنگدونا ها رو، گفته آقا معدنی ها چطوریست، از سنگدونا های کوبالت و سیلیس و اینا گرفته تا میکا و روسی و کربنات و سولفات و آهن و بهترین سنگدونا های خوب بتون استفاده بشه که مقاومت چی داشته باشه؟ بالا برنا و از زمین با سیمان واکرش نده. ما موضوعی که تازگی ها پیش اومده اینه که میرن از سنگدونا های سیلیس کوارس اینا استفاده میکنن، اما اینا باز با خود سیمان واکنش میده و اثرات منفی ایجاد میکنه تو بتون. پس فرق این از سنگدونا های استفاده کنید که با سیمان واکنش نده و دونستن شکلشون، خصوصیات طبیعیشون اینا خیلی میتونه کمک کنه بهتون. مثلا وقتی میرید توی یک پروژه از داده شکلی حداقل بتونید تشخیص بدید که کدوم یکی از این سنگدونا هاست. اگر مثلا فرض کنید مثلا اینجا برید مثلا بتونریزی کنید مثلا روی سنگ‌های آهکی، خود به خود اون بتونی که می‌ریزید خیلی مقاومت بالایی نخواهد داشت. خب پس اینم از طبقه بندی معدنیش. اما نکته‌ای که باز وجود داره اینه که ما برای اینکه بخوایم بدونیم سنگدونه خصوصیتش چیه باید نمونه برداری کنیم. یک نمونهش رو برداریم بذاریم مثلا تو آزمایشگاه یا بدیم به آزمایشگاه برامون بگه مشخصاتش چیه. بعد اومده گفته که چیکار میکنید، انگار اینو میاد انگار 10 قسمت برمیداره، بعد از اون میاد یک چهارم میکنه، بعد سنگدونا باید کامل با هم انگار اول مخلوط شده باشن، بعد که ازش یک قسمتش رو برمیدارید که اونم به این طریق، بعد اونو میدید به آزمایشگاه. اینم دستگاهیه که میاد سنگدونه ها رو براتون تقسیم بندی میکنه. معمولا تو آزمایشگاه مختلف دارن و انگار اون تقسیم بندی که اونجا توضیح دادی بود تو اسلاید قبلی توضیح دادیم، تو اینجا میان به این روش مکانیکی تقسیم بندی میکنن و بعد میدن برای آزمایشگاه. حالا بعد که سنگدونایی توی اسلاید قبلی گفتیم از آزاده جنسی داشتیم بررسی میکردیم، حالا از آزاده ظاهری بررسی میخواییم بکنیم. از آزاده ظاهری به گردگوشه، نامنظم، پولکی و سوزنی تقسیم بندی میشه. بهترین حالتش اینه که نامنظم باشه. چرا؟ این که همه چیزو رو دار نه پر میکنه فضای خالی رو چون تیزگوشه باعث میشه که استکاک بیشتر ایجاد کنه و اون باعث میشه که مقاومت بره بالا. ما اگر در مثلا کنار هم بودن با همین که اختلاف صدر داریم واقعا همه با همون تیزگوشه بودنمون کنار هم قرار بگیریم، واقعا میتونه یک جامعه خیلی قوی تشکیل بده. درسته که وقتی گردگوشه باشه نه خیلی راحت سوال میخوره و مقاومت بتونتون میاد پایین. و کاربردش هم گفته باز آزمایش های مختلف داریم که اینها رو مشخص کنه، پولکی سوزنیه یا گردگوشه و یا تیزگوشه. نکته دیگه که وجود داره اینه که حالا بعدا هم باز میرسیم، هر کدوم از اینا اگر باشه مقاومت بتونی که بهتون میده متفاوته. پس بهترین حالت کدوم حالته؟ مثلا میتونم سوالی بدم بگم مثلا سنگدونا رو از راز مثلا شکل ظاهری طبق بندی کنیم و هر کدوم از خلاصه بگید که چه کاربردایی داره. تا اینجا سوالی نکته واضح؟ اینم اومده از راز شکلی هم بهتون نشون داده. گردگوشه چه کاربردی داره؟ گردگوشه معمولا ارزونه خب و برای معمولا زیرسازی و اینا استفاده میشه. هر چقدر تو بتون کمتر استفاده کنی بهتره، مقاومتتون میره بالا. اما اگر هم پیدا نکردیم مشکلی نداره، اما خب بعد اون تو طرح اختراعاتتون اینا رعایت کنید. اوکی دیگه سوالی؟ اشاره که کرده این که زاویه ها چطوری باشه، باز ذریب تیزگوشگی اومده تعریف کرده، بافت سطحیش رو اشاره کرده، میزان و حفرات موجود تو سنگدونا که همه اینا میتونه روی اون مقاومت بتونتون تأثیر بذاره. پس باید حتما اینها رو رعایت کنید که
باز کره‌ای باشه، شیشه‌ای باشه، اینها همه میتونه توی اون بتونتون تاثیر داشته باشه. خب بعد ما اگر که از سنگدون از شکل ظاهری بریم بیرون، میرسیم به طبقه بندی از لحاظ سایز. حالا پس شد از لحاظ سایز ریزی درشتی. گفتیم ماکسیموم بعد سنگدونی که تو بتون استفاده می‌کنیم چقدر بود؟ 40 میلیمتر یا 37 میلیمتر. خب حالا ما اگر 37 میلیمتر رو بگیریم، ایشون از 75 گفته بادومیه. 75 خیلی میشه دیگه، اینقدر میشه هفتون یه بادوم اینجوری نداریم واقعیه. ما توی بتون های حجمی معمولا از 75 میلیمتر تا 36 میلیمتر احتمال داره بتون ریزی با اون سنگدونه انجام بدن. کجا گفتم حجمی کجا استفاده میشه؟ صد و اینجا ها، صد و راهسازی و بلاست و ساپلاست و ساپلیس و اینا. آره؟ برای پول؟ نه، پول های پولی که قبلش بتونیزی مسلح باشه نه، برای معمولا جایی که خیلی مسلح نیست، یعنی میلگرد و اینا نداره. اگر نه 37.5 هست تا چند؟ 12 میلیمتر. به این میگن چی؟ بادومی. بعد از بادومی چی داریم؟ نخودی. معمولا اینجا نخودی معرفی کرده بیده 12 تا 6 میلیمتر. میتونید 12 تا 4.75 هم فرض کنید. اینها خیلی اعدادش این که بگیم مثلا یک آینام خاصی داره وجود نداره. اصلا توی بازار، توی پروژه ها خیلی به این دقتی که ما الان به اشاره میکنیم کار نمیکنه. اما هر چقدر بتونید توی این مسائل دقت کنید، کیفیت کاری که تولید میکنید خیلی فرق میکنه. خب مرز بین درشتونه و ریزدونه چیه؟ 4.75. ریزدونه میگن ماسه. چی شد پر؟ زیر 4.75. بالاترش بشی؟ شن. درشتونه بالای 7.75. 4.75. 4.75 تا چند وقت؟ 7.75. تو پروژه های بتونه مسلح. خب این یکی از نمودارهایی که تحقیقات انجام شده و توی بحث تیزگوشه و اینها زاویه تیزگوشه و زاویه دارش تاثیرگذار بوده نشون داده. اینه که گفته میزان حفراتی که توی بتون ایجاد میشه گردگوشه و حفرات. حالا بیاین حساب کنیم اگه میزان درصد گردگوشهش 75 باشه، میزان حفراتش چقدره؟ 35 درصد. حالا اگر 25 باشه چی؟ 39 درصد. حالا این نشون میده که هرچی درصد گردگوشش بره بالا، حفرات کمتر میشه یا بیشتر میشه؟ کمتر میشه. خب این یک نکته‌ایه که شاید با چیزی که تا الان گفتیم همخوانی نداشته باشه. اینو حتما چک کنید. این بعد پیش بینی میده که این بعد چی باشه؟ تیزگوشه باشه. پس چی شد؟ نمیشته. به جای تیزگوشه تاثیر زاویه دار بودن. زاویه معمولا توی سنگه چی استفاده میشه؟ تیزگوشه. ما گفتیم بهترین سنگونه چیه؟ تیزگوشه. پس تیزگوشه باید حفراتو کم کنم. اینو حتما توی کتاب رفرنس چک کنید. توی کتاب انگلیسی پروفسور نویلم براتون گذاشتم توی اسکایپ دیدی این شکل رو از اونجا برداشتم. شاید هم اینو چون رنگیه شاید هم اونجا نباشه، اما این نکته رو اینش فکر میکنم درست نباشه. اگه مثلا سوال امتحانی بدم مثلا میگم که مثلا این شکل نمودار چی رو نشون میده؟ آره؟ سخت میشه؟ نه. خب یکی بعدی باز گفته مقدار حفرات رو نشون داده به میزان آب. خب مثلا فرض کنید اگه مقدار حفرات، بیاین رو میزان آب بررسی کنیم، اگه آب زیاد بشه حفرات چی میشه؟ زیاد میشه. آب حفرات خیلی جالبه. ناکنه این زاویه آب حفرات رو پر میکنه 100%. درسته تا اینجا قبوله؟ بتون که صفر میشه آب رو چکار میکنه؟ از دست میده.
چون گاوا باید از دست بده تا خوش بشه دیگه. آقا کی میخواد از دست بده اون فضا چی میشه؟ خالی میشه. خالی که بشه چه اتفاق میفته؟ افراد میره بالا. آبه درسته. آبه پول میکنه افرادو. اما اون آبه که تا آخر اونجا نیست که. آبه توی یک مدت زمانی اونجا. آبه که خارج میشه مقاومت میاد چی؟ انگار افراد میره بالا. افراد بره بالا مقاومت چی میشه؟ کم میشه. دیدین چه رابطه‌ای با هم داره؟ حالا یادتونه هفته قبل گفتم پوند و یارد و اینا هم یاد بگیریم توی هفته اول. واحدا رو مثلا اینو این دفعه مثلا اینو نمیدم. این واحد رو از اون واحد میگم استفاده کنیم. مثلا میگم مثلا 260 میشه چند کیلو آب حدودا. یا میگم آب بهینه تو چند کیلویه. هرچی آب به 140-150 برسه میزان افراد چی میشه؟ کم میشه. افراد هم بین از 38 گفته تا چند؟ 50%. اگه میخوام اینو تحلیل نقدش کنه دیده که اگر آب چند درصد از اینجا داره میره بالا؟ نه آخرینش چند درصده؟ 200 کیلوگرم بالا. خب چند درصده؟ نسبت به این فرض این 150 به 200 بخواهیم برسیم چه چند درصد؟ بودم 30%. خب سوال اینه که اگر 30% آب جا به جا بشه حفرات چند درصد جا به جا بشه؟ فرض کنید این چله میشه چی؟ 50. بودم 25% جا به جا بشه. میگم میشه که بذار هر 1% که آب اضافه میشه 1% هم چی اضافه میشه؟ حفرات. ببخشید از اینکه یک وقفی افتاد بین صحبت ها. خب در ادامه کلاس بخواییم بریم بعد از این نمودار، نمودار دیگه داریم با تعداد تیزگوش ها به میزان فاکتور تراکم. این هم نشون میده که هرچی تیزگوشه بیشتر باشه فاکتور تراکم چی؟ کمتر یا بیشتر؟ هرچی تیزگوشه بیشتر کمتر فاکتور تراکم نگاه چی؟ کمتر یا مرد. و باز این هم تا نشون میده که این درصد ها چه فهمه. من دوستم برای این را همه بتونید توضیحات زیادی بدید و نقدتون رو بهش انجام بدیم. خب خواص سنگدونا تو بتون آزمایشاتی که میتونین انجام بدید که مقاومتش توی یخبندان و یخ زدن توی سایش که با آزمایش لس آنجلس انجام میشه و گفته تو دوتا گروه انجام میشه که همون 475 و دلشتونه و لیزدونه یا شنوماسه تقسیم بندی میکنه. نکته ای که گفته 5 تا نقش داره سنگدونه، که باربری داره مقاومت رو بالا میکنه، دوام رو زیاد میکنه، سیمان رو کم میکنه. چون سنگدونه که تو بتون میریزید باید چیکار از میزان سیمان مصرفیتون کمتر بشه. هرچی بیشتر بشه سنگدونه میزان مصرفی کمتر میشه سیمان و هزینه نهاییتون هم میشه چی؟ کمتر. چون هرچی سنگدونه بیشتر بشه از سیمانتون کم میکنه. بعد از اون میاد به پیوند بین سنگدونه ها. سنگدونه ها کارش اینه که میاد داخل همدیگه میره و یک پیوند زبری بینشون ایجاد میشه. به کیفیت پیونده اگه خیلی سخت باشه باعث میشه که بتونتون خیلی خوب پیش بره. و همچنین گفته که برای این کارم آزمایش خیلی سریع وجود نداره که شما بتونید این پیوند رو تشخیص بدید. سپس باز گفته که بحث خرد شدنش رو گفته که گفته اگر این خرد شدن زیاد باشه باعث میشه که مقاومت بتونتون کم بشه و از آخرم به نسبت این مقاومت پیوند به مقاومت سیمان و این باعث میشه که سن اون بتونتون بره بالا. چون پیونده بهتر باشه سن بتون دوامش بیشتره. خب بعد از اون بحثی که وجود داره بنام با مقاومت سنگدونه هاتونه. مقاومت سنگدونه هاتون مستقیم به مقاومت بتون ارتباط داره. در کمتر کتابی تا حالا این مسئله اشاره شده. ما همیشه فرضمون بر اینه که بتونمون به سنگدونه کاری نداره. اگر سنگدونه هاتون ضعیف باشه بتون به جایی که از سیمان بشکنه از خود چی میشکنه؟ سنگدونه. و معمولا وقتی بتونتون میشکنه خیلی سریع میتونید تشخیص بدید که ضعیف بودنش از جل سیمانه یا سنگدونه. و برای این کار معمولا باید توی دفتر همون مکانیک سنگ نمونه بگیرید بفرستید آزمایشگاه تا مقاومت سنگتون رو معلوم کنه.
مقاومت سنگتون نمیتونه از مقاومت بتونتون بیشتر کمتر باشه. پس واضحه تا اینجا؟ خب اومده گفته بازه مقاومت فشاری سنگدونه ها رو توی بر اساس امریکا به واحد مگاپاسکال و پی اس آی گفته که سنگدونه های آهک و ماسه سنگ و اینا بین 44 و 50 اینا هست. اگه مثلا گرانیت و اینا رو در نظر بگیرید توی ورود چقدره؟ 114. اگه مثلا به طوری بخواید تولید کنید با مقاومت 114 و سنگ داره چی بشه؟ گرانتی. اگه ماسه سنگ باشه چند میشه؟ از مقاومت 40 دیگه بالاتر شما رفت نمیتونید بیارید. یعنی همین جدول خیلی ساده میتونه پایه‌گذار همه مسائل بتونتون بشه. پس حدود داده هاش مهمه برام و اینکه از لحاظ مقاومتی اینا چه تقسیم بندی میشه. حد اکثر حد اقل هم داره، این حد اقلاش بیشتر برای ما مهمه. و مثلا اگر سنگ آزرین رو این استفاده کنید تا بودن 200 مگاپاسکال هم میتونه بتونتون بده. از دیگر خواصی که گفته مهمه برامون که همه سنگ‌ها شما باید حدودش رو بدونید، حدودی. خب مقدار سایگیش، ضربشه، بعد مقدار خرد شدنشه، مقاومتشه که توی اسلاید قبلی گفتیم و وزن مخصوصش هم توی این رنجه. و شما همچنین باید بدونید که هر کدوم از این آزمایشات چطوری انجام میشه. اونم توی کتاب مختلف وجود داره که چطوری مثلا ضربه رو انجام بدین، چطوری وزن مخصوص رو انجام بدین. وزن مخصوص سه مدل داره: وزن مخصوص خوش، وزن مخصوص تر و وزن مخصوص اشباع. هر کدومش با هم فرق میکنه. توی کتاب آزمایشگاه تکنولوژی بتون همون اینا رو به دیتیل توضیح میدم. خواهش میده که اینا رو حتما مطالعه کنید. اینم باز آزمایشات دیگه ای رو گفته که خوبه که آزمایش رو دو سه بار تکرار کنید که حتما اون اعدادش درست در بیاد، محدودش دقیق تر باشه و میزان خطاش هم باز گفته که چقدر میتونه باشه. وزن مخصوص ها رو که گفتم، یکیش وزن مخصوص خشکه، بعد وزن مخصوص اشباع داریم و اون ماسواش رو توی کتاب ها که نوشته و این هم که حدود محدودش هم براتون اینجا اشاره کرده. خب چگالی حجمیش رو باز اومده حساب کرده که چگالی حجمی بتون چقدر میتونه، چطوری محاسبه میشه، محدودش چقدره و چقدر تو بتون تأثیر گذاره. نکته‌ای که باز اشاره کرده اینه که رابطه دقیقی وجود نداره و این حفره و اینا فقط میتونه تاثیرگذار باشه. واقعیت اینه که تکنولوژی بتون تو این قسمت ها خیلی تحقیق انجام نشده هنوز. یعنی ما خیلی وقتا توی تکنولوژی بتون از مباحث سیمان و سنگدونه، سیمانمون وابسته به رشته شیمی، سنگدونه وابسته به مکانیک سنگ و معدنه و بتون میاد میشه عمران اگلاس. ما واقعا میگم که فقط رو بتون تحقیقاتمون رو انجام میدیم، به این خاطر خیلی وقتا درست نیست. اون پایه های تولید این بتون خیلی مهمه توی مسئله. میزان تخلخل رو گفته، نفوذ پذیریش رو گفته توی سنگ های مختلف که هر کدوم حدودا میزان تخلخلش چقدره. اگر مثلا کوارتز و اینا باشه میزان تخلخلش چقدره؟ خیلی کمه. هرچی میاد تو سنگ آهک چی؟ بیشتر. گرانیت باز کمتر. این هم عدد تخلخل توی سنگ های مختلف. اینا رو انگار از اون قسمت درسه مکانیک سنگ اینا وارد تکنولوژی بتون انجام شده. خب بعد اومده یک نمایش هندسی نشون داده از این که یک سنگدونه توی اون حالات مختلفی گفتم خشک، اشباع و مرتوبه چطوری با هم فرق میکنن و وزن مخصوصش نشون داده که چطوری کم میشه یا زیاد میشه. مثلا سوال امتحانی میخوام پرسن سمت میگم وزن مخصوص سنگدونه رو نام ببرید چند مدله، کدومش وزن مخصوصش بیشتره، چرا؟ شما از داده این شکلی باید بتونید رو مسئله رو توضیح بدید. بعد توی آیین‌نامه‌های مختلف بر اساس اینکه تیز گوشه باشه، این ماله انگار توی انگلیس بوده، از جای مختلف شما بوده، شکلش هم اکثرا چی بوده؟
نامنظم بوده. اومده وزن مخصوصاشو با هم یکی میزان رطوبت و یکم میزان جذابشو با هم مقایسه کرده. نیازی ندارید که همشون از بر باشید، اما محدوده هاش برام مهمه. اون محدودی که مثلا فرق تو بتون استفاده میشه یا مثلا تو اون مرز ایناش دونستنش لازم. خب برمانه گفته بین ذرات و سطح مخصوص چطوری چه رابطه‌ای وجود داره. اینها از میلیمتر و اینجا ها میاد چی؟ مثلا 600 میکرومتر و اینا میاد چی؟ به میلیمتر. و این انگار از این خونه یه اینا هی رفته جلو عقب و نشون میده که هر چی ساید سنگولتون میره بالا و از مخصوص میاد پایین یا بالا باز اومده توی سطح مخصوص مختلف توی باز جدول هم براتون گذاشته سطح مخصوص رو با مقاومت فشاری که اون بتون داره و چگالی بتونی که داریم، یعنی چگالی های بتون با انگار سطح مخصوص ها ببینید چطوری داره تغییر میکنه، بعد مقاومت فشاری چطوری داره تغییر میکنه. بعد از اون اومده به میزان رطوبت اشاره کرده که میزان رطوبت سنگدونه ها تا چقدر میتونه باشه، درشتونه ها تو چه حدودی هستش و وقتی تو معرض باران قرار میگیرن میتونه هم سایش بشه هم میتونه آب جذب شدهش بره بالا. و این میزان محاسبات رطوبت رو باید حتما توی بتون وقتی که میزان آب بتون رو محاسب بدید میزان رو ازش کم کنید. حالا تو تاریخات هم باید اونجا اشاره میکنید. اما بدونید که میزان رطوبت سنگدونه ها انگار تاثیر منفی اگر تاثیر منفی خواهد داشت اگر که میزان رو ما در نظر نگیرید. بعد از اون باز بحث وزن مخصوص ظاهری سنگدونه ها رو اومده اشاره کرده که اومده گفته S سطح خشکشه، B انگار جرم سنگدونه ایه که توش آبم ریخته باشی و آم که گفته چی؟ جرم پیکنومتره. اومده گذاشته و وزن مخصوص ظاهری سنگدونه رو حساب کرده. جزئیات رو بخواید تو اون کتابای آزمایشگاهی بتون، آزمایشگاه تکنولوژی بتون هستش. و سعی کنید حتما اینا رو اینجا یاد بگیرید که توی آزمایشگاهی بتون خیلی مشکلی نداشته باشید. و من سعی میکنم که یک گذرا فقط بهتون مطالب رو اشاره کنم. اینکه فکر کنید من میتونم همه مطالب رو به جزئیات اینجا براتون توضیح بدم واقعا کار خیلی سختی. من توقعم اینه که اطلاعات کلی رو بهتون بدم و شما بتونید توی خونه به مطالب که میرسید یک ذهنیتی از قبل داشته باشید. اومدن چیکار کرده؟ ریزدونه های خشک و درصدش رو گذاشته، اینجا درصد رطوبتشه و اینم چی؟ حتی سنگدونه انگار وزن مخصوص خشکشه به توی انگار سنگدونه های گردگوشه ریزدانه و اومده گفته توی سایزهای مختلف این درصد ها چطوری با هم فرق میکنه. توی پیکش کجا قرار میگیره معمولا؟ هم درصد. و باز با هم چقدر فرق کنم؟ من الان تیز گوشه دورشونه داشته باشیم بهتره یا ریزدونه داشته باشیم؟ تو ریزدونه ها درصدش میره چی؟ بالا. یعنی اگه اینجا 20 اونجا میشه چی؟ 40. یعنی حدوداً دو برابر. خب اینم از فکر کنم پایان‌نامه تحقیقاتی انجام دادن که مشابه همون کار قبلیه که اومده سنگدونه های مختلف رو با میزان رطوبتش بررسی کرده. بعد از اینکه سنگدونه ها و خصوصیاتش و پارامترش رو بررسی کردیم، یک موادی داریم که مضره برای سنگدونه ها. خب گفتن که چیزایی که مضره که ناخالصی هایی که تو طول فرآیند هیداتاسیون به سنگدونه اضافه میشه. حالت هیداتاسیون اینا کجا با چی ها اتفاق میفتد؟ آب با سیمان. آب و سیمان وقتی که هیداتاسیون رو انجام میده باعث یک سری محصولات میشه. اون محصولات میتونه توی سنگدونه چی باشه؟
تأثیر گذار باشه. همون بحثی گفتم سیری سی ار استفاده میکنید، اونها حرارت سیستم های دوتاسیونه که تازگی هم مثلا اومدن حساب کردن که مثلا از اونها چه آزمایشاتی باید میشه انجام داد که ببینیم میزانی که اونها باعث میشه این مسئله رو تضعیف کنه چیه. بعد گفته این حرارت هیدروتاسیونی که این محصولات هیدروتاسیونی که انجام میشه میتونه یک مانعی باشه بین سنگ و انگار اون چسب واقعی. بعد وقتا اصلا داره که سنگاتون توی هوای آزاد خاک میگیره، اون خاکا باعث میشه که این پیمنده محکم نشه. به این خاطر باید حتما سنگاتون شسته تمیز بدون خاک و چیزی باشه. صد آبی هم که باش درگیر میکنه تاثیر بده. آره معمولا آبی که تو بتون میزنن دو مدل آب با فصل آب ها میرسیم اونجا توضیح میدم. آب ها برای آب باید جداگونه داریم. آب چند درصد بتون تشکیل میده؟ بودن 10% کمتر، بودن 6-7%. ما به همون درصد 6-7% باید آب رو بررسی کنیم و خود آب میتونه که تاثیر زیادی روی این خصوصیات بذاره. ما تو پروژه های جنوبمون آبی که اصلا باعث میشه که بتونمون رو خراب کنیم. این فرق یک پروژه میتونه 30 سال کار کنه، میبینه 3 ساله یا 4 ساله خراب شه. خب بعضی از ذرات هم گفته که مثلا میتونه ترک داشته باشه تو سنگاتون، اینها باعث این میشه که خود محصولی که تولید میشه خیلی مقاومت خوبی نداشته باشه. بعد از اونها میاد به ناخالصی های آلیش میرسه. ما سنگدونه هایی که طبیعی داریم میتونه یک سری ناخالصی هایی توی سنگدونه داشته باشه، اونها هر کدوم میتونه باعث بشه که این مقاومت بتونتون کم بشه. حالا ناخالصی ها رو به ترتیب باید اشاره کرده بردم. ناخالصی هایی که میتونه تو حرارت هیدراتاسیون داشته باشه، باید اینه که هم گفته تو حرارت هیدراتاسیون، اینه که تو معرض چی؟ هیدروژن پروکسید باشه. این ناخالصی هایی که تو سنگدونه ها باشه یا توی اون لویه لایه رویشون باشه میتونه باعث کاهش مقاومت بتونتون بشه. خاک لوس و مواد لیزی که روی سنگناتون قرار میگه اینا هم باعث میشه که انگار بتونتون رو خراب کنه. اما چیزی که وجود داره اینه که سنگدونه ها گفتیم که مرز محاسباتون چنده؟ 4.75. از 4.75 پایین داریم 2.36، بعد داریم 1.18، بعد داریم 0.6، بعد داریم 0.3، 0.6، 0.3. از 0.3 پایین تر دیگه سعی کنیم چی؟ تو بتون استفاده نکنیم. این از خاک روز اینطور چیزا خیلی تو بتون استفاده نمیکنن. از گرده باعث میشه که اون پیمند حرارت هیدروتاسیون اتفاق نیفته. حالا حرارت هیدروتاسیون نه، پیمند هیدروتاسیونیش انجام بشه. بعد تو آینامه مختلف هم این میزان هم باید مشخص کردن، باید سری نمودارها بهتون اشاره میکنن که نباید بیشتر از اون استفاده کنن. بعد از اون میاد به آلودگی که به نمک میشه، نمک های کلورید، بعد برای بتونه پیش ساخته، بحث آبای دریا رو که اشاره کردم قبلش اینجا اومده اشاره کرده که میزانی که میتونه اون نمک توی آب باشه چقدره و ذرات ناسالمی که میتونه اونجا داشته باشه که این باعث بشه در معرض ذوب یخبندان مسئله رو و مقاومت بتونتون رو بیاره پایین. هنوز زمان دارم یا نه؟ دارم چقدر؟ یکی خب بس خب خب در ادامه مباحث قبلی انگار اومدیم که سنگدونه باعث چه خرابی هایی توی بتون میشن. اینجا اشاره کرده که اگر این نوع ذرات رس توده‌ای باشه، زغال سنگ باشه یا سنگ چخماق باشه توی بتون با در حضور آب میتونه باعث بشه که بتونتون رو تخریب کنه و اومده گفته که توی ریزدونا و درشتونا محدودی که میتونه از این سنگدونا باشه چقدره. اگر میزانش بیشتر باشه باعث میشه که بتونتون از همون نقطه بشکنه. و ایراد این کار اینه که اگر مثلا شما یک فونداسیون خیلی بزرگی داشته باشین کافی فقط از یک نقطهش بشکنه دیگه برگشت از خارج بشه. به خاطر دقت توی یک پارچه بودن دانشجوی تکنولوژی بتون و خود تکنولوژی بتون خیلی مهمه. پس همه قسمتاش باید قوی باشه. نمیتونه مثلا فرض کنیم مثلا سنگدونش قوی باشه
یا دورش دونه‌هاش قوی باشه، ریز دونه‌هاش ضعیف باشه. حتی اگه چند تا هم ناخالصی داشته باشه، ناخالصی از استاندارد بره بالا، بادم بتونتون رو ضعیف میکنه و خراب میکنه. بعد از این دلایلی که باعث خرابی میشد اشاره کردیم، اینه که اگه بخواییم سنگ دونه‌ها رو ببینیم چقدر سالمه، بعد سنگ دونه‌ها رو قبل از اینکه تو بهتون استفاده میکنید بیاین به واکنش‌های شیمیایی چکش میکنید که ببینید اینا با واکنش‌های شیمیایی چه تغییراتی رو نشون میدن. علاوه بر واکنش‌های شیمیایی باید بیاین تو ذوب و یخبندان، الان دقیق در ذوب و یخبندان موضوعی که ما تو جامعه داریم اینه که اکثر جداول بتونیمون خرابیشون باعث ذوب و یخبندانه، یعنی سنگ دونه گرم میشه سرد میشه. گرم و سردیش چه کاربردی داره؟ افزایش حجم میده و کاهش حجم. اون افزایش حجم و کاهش حجم باعث میشه که پیوندهای بتون خراب بشه، اینو پیوندهای هیدروتکسیون، بعد خود به خود از هم میپاشه جدولتون با اینکه هیچ فشاری بهش وارد نشده، اما خود اون ذوب و یخبندان باعث خرابیشون میشه. و شاید باز یکی از دلایلش میشه که آب زیاد مصرف میکنن اونجاها و اون آب وقتی میاد بیرون تخلخل بیشتر میشه. اگر تخلخل توی ذوب و یخبندان تا یک درصد مفیده، یعنی پس شما باید بدونید که میزان تخلخلش چقدره و توی جدول یکی از کاربردی ترین قسمتی که میتونه طول عمر را اضافه بکنه چیه؟ تخلخل. حالا تخلخل باید با آیتم‌های مختلف وارد میکنن، اما باید این تخلخل ها بستگی داره که اگه تخلخل ها به هم یک سره وصل باشه اون حبابا باعث کاهش مقاومت و باعث خراب شدن میشه. اما اگه حتی هم پراکنده باشه که به هم ربطی یعنی وصل نشن، اونا باعث افزایش طول عمر میشه. بعد باز همون بحث مسئله ناسالمیشه، باز اینا با آزمایشات مختلف باز باید بیاید چی؟ چک کنید که ببینید که از اونها چقدر داخل این بتونتون وجود داره. بعد از اون که چیز میشه، میان بحث میزان سنگدونه‌های سالم و ناسالم تابعی از جذب آب. خب الان گفته میزان جذب، اینم نمونه‌های چی؟ ناسالم. گفته هرچی ناسالم باشه جذب آبش چقدره؟ کمتره. بیشتر. تا چقدر؟ هرچی ناسالم باشه. اگه مثلا فرض کنیم که 50 از 20 برسید به 40، خب میزان جذب آبش چند درصد برابر اضافه میشه؟ فرض کنیم این میشه دو برابر، این چند برابر؟ یک درصد اضافه میشه. دو برابر میشه. از نیم رسیده به چی؟ از نیم رسیده به یک. الان از اینجا از این میرسه به یک پای کنم میشه چقدر؟ این هم دوباره دارم. پس ناسالم بودنه میتونه به اون جذابه تأثیر بذاره. از سنگدونه که بیاییم بیرون، بحث اون ناسالمیشون رو و اینکه گفتم اگه سیلیسی باشه باعث میشه چیکار بشه؟ واکنش بده با سیمان و سیستم مواد غذایی ایجاد کنه و مواد غذایی که ایجاد میکنه باعث میشه که انگار گچ تولید کنه، یک سری افزایش حجم میده، اون افزایش حجم باعث میشه که از داخل باید بتونتون پوک بشه، ترد بشه. به این خاطر میزان سیریسی بودن سنگدونهاتون و میزان اون سیمانی که استفاده میکنید باشه واکنش میده خیلی مهمه. حتما باید قبل از اینکه توی بتونتون استفاده کنید اینا چی؟ انجام بدید. شما میتونید اصلا بتون خیلی خوبی بسازید، اصلا اینو در نظر نگیرید، همین میتونه کل بتونتون رو خراب کنه، همین یه آیتم. اصلا شما فرض کنید تو بتون حرفه‌ای شدی، نابغه نابغه، فقط همین قسمت رو در نظر نگرفتی، تمام. به این خاطر خیلی باید دقتتون رو ببرید بالا و همه مراحل رو تا جایی که امکان داره براتون چک کنید. این که ساده از کنارش بگذارید خیلی کار درستی نیست. این هم باز ماله گفته که در حدود 85% رطوبت داره و دما هم چقدر؟ 20%. بعد گفته چی کارش چیه؟ این عامل
باعث حرکت آب میشه، یونای مختلفی ایجاد میکنه و اون ژل انگار سیلیسی رو کنترل میکنه و باعث میشه که تو این دما خوبه ها، باز اگر دما جابجا کنیم میتونی این واکنش چی سریعتر انجام بشه. یعنی باید علاوه بر اینکه این واکنش انجام میشه میتونه پارامترهایی داشته باشه که این واکنش رو سریعتر یا چی کمتر بکنه. اگه مثلا شرایطی ایجاد بشه که مثلا واکنش سریعتر بشه، دو تا باید بتون تو خراب بشه. این هم بحث آزمایشات شیمیاییشه برای سنگدونه ها که میزان انگار قلیاییش رو بهتون نشون میده. خب باز اینجا چی داره میگه؟ اگه مثلا فرض کنید میزان سیلیسش توی انعابهاش از 50 برسه به 500، 10 برابر اضافه میشه. خب میزان قلیایی چقدر تغییر میکنه؟ 7 برابر. آره اون 10 برابر، اون 7 برابر. بعد این میزان کمتر باشه اون نمودار شیوه چی؟ کمتره. بعد باز علاوه بر قلیایی ها بحث کربوناتی شده هم هستش. باز کربونات ها هم میتونه توی بتونتون ضرر داشته باشه. باز باید ببینید که کربوناتی ها چطوری واکنش میده، چطوری میتونه رو سنگدونه ها تاثیر گذار باشه و چطوری میتونه بتونتون رو باز خراب کنه. از حمله کربوناتی هم باید چکار کنید؟ جلوگیری کنید. یعنی قلیایی رو باید جلوگیری کنید، کربوناتی رو جلوگیری کنید. خاک نمیدونم ریزدونه و درشتونه دون باشه، سالم باشه، بعد خیلی سیریسی نباشه، سنگدونه شکسته باشه، همه اینا رو باید توی این بتونه قدم به قدم چک کنیم. واقعیت اینه که تو پروژه عمومی که ما استفاده میکنیم شاید هیچ کدوم اینا رعایت نمی کنن، اما هرچقدر پروژهتون دقتش میره بالاتر، اهمیت کارش میره بالاتر، بعد این دقت ها هم توش انجام بده. باز یک نکته‌ای که اشاره کرده، گفته اگر که مثلا قلیایی کربوناتی باشه بعض وقتا اینا میتونه باعث باف بهبود کارم بشه، اما خیلی روی نمیتونه چی مانور کنه. این باعث نگاه میشه که اون سرعته چی بشه؟ کمتر بشه. بعد از این اومده بحث حرارتی رو اشاره کرده. میدونید که مثلا یک از دلایلی که بتون تو پروژه استفاده میکنه، فولاد استفاده میکنه، اینه که به نظر میرسه که سنگدونه ها باعث میشن که پروژه ها دیرتر خراب بشن تو آتش سوزی. اما همه این چیز هم که میگن دیرتر خراب شد، نه خیلی خیلی دیرتر دیگه. به این خاطر اومده ضریب حرارتی سنگدونه های مختلف هم اینجا اشاره کرده. و اگر مثلا توی یک پروژه بخواییم که مثلا حتما توی بحث حرارتیش رعایت بشه، بعد از سنگدونه های استفاده کنیم که ضریب حرارتیش چی بشه؟ بالاتر. واضح تا اینجا؟ پس حدود ضریب حرارتی ها رو میخوام که حدودش رو بدونید. مثلا نمیخوام بگم مثلا فرض مثلا عدد این چرت مثلا چی میشه یا مثلا سنگ آهکه چقدر میشه. حدودا بدونید که مثلا از 1.1 یا از 9/10 تا چند؟ 11/9 تا 12. اولیش معمر، آخریش هم چی؟ گران. ها اینجا تازه ما شاید تا الان ما هیچ وقت توی بتون توی عمران رعایت نمی کردیم. کلا کاری که میکنیم همین قسمت دانه بندی رو انجام میدادیم. برای دانه بندی ASTM اومده و BS چیز کرده، علک بندی کرده. خب توی ASTM علک ها اینه، توی BS هم اینه. بعد گفته دهانهاش هم این هاییست که اینجا اشاره کرده، 19 16 32 37 هم که گفته ماکسیموم بودیه که استفاده میکنن. اونا رو برگر تو کجا استفاده میکنن؟ تو بتونهای حجیم. شما حدودا این سایز علک ها رو گفته تا یعنی 37 از این به بعد هم داریم دیگه، اونا رو اشاره نکرده، فقط این برای درشتون ها بوده. این هم ادامه شد. خب ما اینگار از اینجا هم میشه ریزدونه ها تا اینجا که براتون چیزاشو گفتم چقدر معمولا همه هم نمیگم، میگم 4.75 بعد 2.36 بعد 1.18 بعد از 1.18 تقسیم بر 2 کنید
600 و 300 دیگه از یه پایین هم دیگه تو بتون سنگ بید استفاده نکن. این سایز علک ها رو توی استانداردهای مختلف اشاره کرد، اما نکته ای که وجود داره یک سری علک های استاندارد داریم. اینها علک های استاندارده که 475 گفتم 236 باز اطمان صفحه بعدش اون چارتای پایینش هم هست. معمولا علک های 25 19 9.5 475 236 این رو مثلا دیگه مثلا 50 سردی و خیلی استفاده نمیشه. خب حالا نکته ای که وجود داره اینه که ما سنگدونه ها رو از پروژه باید برداریم ببریم توی آزمایشگاه علک کنیم. حالا وقتی که علک میکنیم یک محدودی بهمون میده این جدول، فقط گفته چقدر روش بمونه، خیلی کاربردی نداره. من باید کران پایین و بالاشو بدونم، یعنی چی؟ یعنی که چقدر کمتر نباشه چقدر چی؟ بیشتر نباشه. ریچ علکی چقدر بمونه؟ آره این کاری که کرده یعنی که اول اصلا نیومده استاندارد اشاره کنه، گفته اول اصلا فقط میدید رو کیلو سنگدونه برمیدارید علک میکنید، علک کردین روی هر کدوم اینقدر وزن مونده، این همه رو هم جمع کنید چقدر میشه؟ فرض کنید میشه این 70 تا 170 تا 250 تا 240 تا 316 تا چقدر گفتیم؟ حالا فرض کنید 300 تا، تو 300 تا شما وزن اومده پخش کردین دیگه تو علک های مختلف، اومده محاسبات رو بگه از این باید درصدش رو حساب کنید. گفته چی؟ درصد باقی مانده. درصد باقی مانده چی حساب میشه؟ وزن کل منو وزن کل اگر این تقسیم برای این آره ضرب در سر چقدر میشه اون وقت؟ 6 تقسیم برای 300 میشه اون 2% یا نه؟ خب پس ما این 2% 10% جمعش باید بشه چی؟ 100. پس فهمیدی اینو چطوری حساب میکنیم؟ این وزنه که علک رو مونده و این هم چی؟ تقسیم و ضرب. حالا درصد عبوری تجمعی این چطوری حساب میشه؟ منها میکنیم بعد درصد باقی مونده رو. خب این چی میشه؟ چطوری شد 88؟ سو ده از 98 تا 10 تا 10 میشه درصد تجمعی چی؟ عبوری. حالا این چی بود؟ مانده. این چی بود؟ مانده. این چی؟ عبوری. اینو نموداره که بخوام میکنم خب پس اینجا شد چی؟ درصد عبوری. ما تو ترسیممون اینو میکشیم با چی؟ این اندازه زرافه. تا اینجا قبوله؟ این گوشم اومده یک حساب دیگه کرده، این رو باید ما حساب کنیم. حسابش اینه که درصد باقی‌مانده رو حساب کردیم یا درصد عبوری تجمعی، از رو هر دو میشه محاسبه کرد، میایین درصد تجمعی باقی‌مانده رو حساب میکنیم. درصد تجمعی باقی‌مانده؟ آره. چی شد کم؟ درصد تجمعی چطور حساب میشه؟ اونو کم میکنیم، درصد تجمعی رو حساب کنیم. نکته ای که وجود داره به این میگن چی؟ مدون نرمی. فقط توی بی اس مال کجاست؟ توی ای سی آی هم هست ریزدونه ها، مال درشتونه ها نیست. باقیان دیار رو در نظر نگرفته. از چند حساب کرده؟ 5 یا سایدش چه؟ 4.75 از اونجا جمع کرده تقسیم کرده. محدوده موجود نرمی برای از بر اساس ASTM بین 2-4 تا 3-1 چقدر؟ 2-4. این اگه سوال دادم باید حتما میتونید این محاسبات رو انجام بدید، محدودش هم بلست. بس این جد سوال هست حتما و میتونید تو خونه انجام بدید برام بیارید، میتونید هم نه سال امتحان انجام بدید. آره؟ حالا هر کدوم دوست داشتیم. پس چی شد؟ نحوه محاسبه مدون نرمی لازم است. مال چیه؟ ریزدونه. سه تا آیین نامه داریم. بی اس،
ASN یا ACI، یکی دیگه آبا. BS و ASN یا ACI این همه. آبا فرق میکنه با این. آبا فرقش اینه که درشتونه هم توش هست. استثمان علیه که 12 فقط نیست. یعنی باید 12 رو ازش چی؟ برداریش. اگه نه عداده خراب میشه. حالا اگه درشتونه هم توش باشه عدادش بینه چند کرانش؟ 4.5 تا 6. قبلی بینه چند و چند بود؟ 2.4 تا 3. خب اون محاسبات رو کشیده، شما باید همین رو به هم چی بکشید؟ درصد علق و درصد چی؟ تجمع عبوری. مدل نمیدم که گفتم درسته؟ تعریف چیزش هم گفتم دیگه، مال آبا. این توی ریزدونه ها این چیده؟ توی بی اس و ای سی آی فقط ریزدونه. توی آبا میتونه چی بشه؟ به غیر از علکه؟ خب این هم گفته ارزاماتی که میتونه اینجا حاکم باشه، مساحت سطح سنگدونه ها، حجمشون، کاراییشون و تمایلشون به تفکیک مساله. یعنی که دانه بندی سنگدونه ها رو حتما توی این قسمتش باید چی؟ ملاک عمل قرار بدیم. یعنی که سایز سنگدونه هاتون نمیتونه یک دفعه از عدد خیلی بالا بیاد به عدد خیلی پایین. اون ناپیوستگیش باعث میشه مسائلتون چی بشه؟ تفکیک بشه. وقتی میگه کارایی داشته باشه، یعنی که خیلی ریز نباشه، خیلی درشت نباشه تا بتونه راحت بشه باهاش کار کن. وقتی از همه سنگدونه ها دارید راحت تر میتونید باهاش چی کار کنید. بعدم بعد از اون که اون سطح سنگدونه ها، سطح سنگدونه که تا میتونه چی باشه؟ تیزگوشه باشه. تیزگوشه باید چه که سطح رو چی کار کنه؟ اضافی کنه. خب بعد از اونا یک فرمولی داده به نام دانه‌بندی فولر. ما از دانه‌بندی فولر برای این استفاده میکنیم که کران بالا و پایین دو تا استاندارد رو مشخص کنیم. و چی شد؟ کران بالا و پایین. خب اگه یادتون باشه اول جلسه گفتم که سنگدونه های بحث یک دهم بود. گفتم 5-6 آیتم هست که بر اساس اون حساب میکنم، نه اون یک دهم تقریبی. حالا اومده گفته باید یک پنجم بعد یه قالبی که میخواین بتون بریسید، مثلا اگه قالب دارید مثلا 20 سانتی، یک پنجم بعدش میشه چقدر؟ اگه 20 سانتی بشه در 15 سانتی، یک پنجمش میشه چقدر؟ یک پنجم 20 حساب کنید، یک پنجم 15 میشه 4 سانتی. نه، میخواید 20 استفاده کنید یا 15؟ قالب اون اگه 15 در 20 باشه، یک پنجمش میشه 4 و حدودا 3. یه از سانت 20 باشه، یه از سانت 15. چرا؟ چون باید کوچکتر باشه. کوچکتر اینه اونجا کاربرد داره. پس یک پنج 15 تقسیم بر 5 میشه چقدر؟ 3 سانت. یا چند میلیمتر؟ 3 میلیمتر. پس از 3 میلیمتر نمیتونه بیشتر باشه. بعد چی؟ یک سوم ضخامت دار. اگه دار مثلا 10 سانت باشه، میشه یک سوم چقدر؟ 3.3. و همینطور میاد پایین. اینا الان چون تو بتون آرم نخوردی اینا نمیتونید حساب کنید. اما هر چی سایز سنگدونتون بیشتر باشه بهتره، چون سیمان مصرفیتون چی میشه؟ کمتر میشه. چرا؟ سوتون بیشتر فضاش سنگدونه گیره. فرض کنید یه کاغذی داری به 4 تیکه کنید. چسبی که برای 4 تیکه لازم دارید بیشتر یا یک تیکه باشه؟ یک تیکه. 4 تیکه یا یک تیکه؟ یک تیکه. 4 تیکه. کاغذ دادم. بکنید. حالا 4 تیکه اینو فقط این تقسیم برای 4 کنیم. من چسب لازم دارم. اینجا رو بچسب کنم. اینجا رو باید بچسب کنم. اینو بچسب کنم. اینم بچسب کنم. اما اگه یکی باشه فقط هم دورش رو میخواد بچسب کنم. 4 تیکه بدتره. چون چسبی که لازم داریم چیه؟ بیشتر. پس میخواد هرچی سنگ زن اون مثلا اونجای 20 باشه 40. سود تو چیه؟ 40. به این خاطر افتادن دنبال حد اکثر بوده سنگ دونه. پس این هم از حد اکثر بود سنگ دونه. اومده گفته حد اکثر بود سنگ دونه های مختلف
چه میزانی میتونه روی آب تاثیر داشته، روی سیمان تاثیر داشته باشه، چقدر میتونه روی چی مقاومت. اینم حالا فرض کن الان گفته 9 با چند صفر اونجا که نمیتونیم استفاده کنیم توی 337 داریم. حالا فرض کن توی همینجا اگر با 170 کیلو سیمان هر دو رو بسازیم این مقاومتش میشه چند؟ 5. اون چند؟ 15. چند برابر؟ 3 برابر. دقیقا سایز سنگدان چند میشه؟ 4 برابر. اگه سایز سنگدان 4 برابر باشه مقاومتش میشه چقدر؟ 3 برابر. تو 280 چقدر میشه؟ این میشه 20، اون میشه چند؟ رودن 30. دوباره آره، پس نشون میده که سایز سنگدان خیلی مهمه توی مقاومت بتونی که به دست میاری. خب باز ماده میزان آبش هم بررسی کرده، باز گفته هر چی سایز سنگدونه بزرگتر میشه آبی که میخواهند استفاده کنه چیه؟ کمتر میخواهد، چون که اون دول سطح ها رو میخواهد چیز کنه چی؟ آبی کمتری نیاز داره. حالا اون قسمت دانه بندی ها رو گفتم، منحنی رو کشیدیم، اون بعد بین اینا بیاره. چی شد؟ باید یک کاری بگوی بین اینا بیفته، اعدادش هم نمیتونی دستی تغییر بدی. از یک دپای باقی باید بینه سنگ بردید علک کنید، در افتاده که موندهش ببینید که بین اینا قرار میگیرید. اگه بین اینا قرار بگیره به طوری که میسازید خوبه، اگر نه خیلی خوب نیست. نه مقامل میلیم مثلا میشه به جایی که مثلا 20 سرده بکنه میشه 10. یعنی که پولیجه تخریب باید بشه، خیلی این قسمت مانه. به این خاطر همه اون قسمت رو که گفتیم که بچه های دوستان عمرانیمون صرف نظر میکنن همین قسمت رو انجام میدن. این هم تازه کامل انجام به این خاطر مبحث سنگدل واقعا خواهش هم داریم که وقت بیشتری بذاریم. این منحنی ماره حالا کجاست؟ فکر میکنم که BS مشابه همین منحنی هم ACI داره، مشابه همین منحنی هم آبا داره. اگر این منحنی رو انجام نگیره تعریف داد نمیتونید انجام بده. پس چی شد؟ من همیشه مثلا قبل هم گفتم مثلا فرض کنید تاریخ دانه بندی یک نمره و همون یک نمره هم حتما باید چی؟ دانه بندی انجام بدید، همه این شکل‌ها رو بکشید. معمولا مثلا این خود این شکل‌هایی که خود کتابا دارن محاسبات رو باید مثلا فرض کنید برای مثلا 5 تا درصد مختلف ضرب می‌کردید و تو اینجا چک می‌کردید که ببینید قرار می‌گیره یا نه. 3 تا آیین‌نامه داشتیم دیگه، درسته؟ هر کدوم گفتم چند تا؟ 5 تا. چند تا شکل پسفر بکشیدیم؟ 15 تا. برای هر 3 تا این نامه باید بکشیدیم؟ آره. چون 3 تا تاریخ داد درست میدم بهتون. اگه هر کدومشو انجام ندید باز تو اون تاریخ داده تو اون آیین نامه گیر میکنیم. چرا همشون یکی نیست؟ آیین نامه ها واقعیت اینه که بسته به شرایط و جوامع مختلف تغییر دادن. اما اگر استانداردها رو رعایت کنید هم همین یک جواب به دست میاد. این بسته که مثلا به تلاش اون محققین بوده که تو اون زمینه بوده و هر کشور معمولا برای خودش یک آیین‌نامه جداگونه داره. استاد بگو انجام دیرتون نمیشه نوداده یا بس؟ هنو بذارید بریم تا. خب حالا اون قسمتی که منحنی این منحنی BF نکتش باید اینجاست که هر ساید سنگدون ماکسیمومش یک دونه منحنی داره، یعنی منحنی‌هاش هم با هم چی؟ فرق می‌کنه. خب اون یکی قبلی فکر کنم 25 بود، اینه که مال چنده؟ این 19. حالا این ماکسیمم بعد سنگدونه از کجا به دست میاد؟ از اون 6 تایی که من گفتم. از اون 6 تا بعد این منحنیشو انتخاب کن. اینم باز 9 و نیم میشه. ببینید مثلا 9 و نیم با 19 و نیم فرق می‌کنه. با 25ش فرق میکنه، با 37ش هم چی فرق میکنه. اینها منحنی هاییست که مال BS
حالا منهنگه ACI هم فکر میکنم ها این بار ACI حالا ACI یا ASTM ACI مال امریکنه ASTM هم مال استاندارد مواد انگار امریکنه حالا این ماکسیموم میشه این چی؟ مینیموم میشه این سایده باید برسته چیه؟ ماکسیموم بود تفاوت عمده‌ای که توی منحنی دانه بندی BS و ACI و آبا هست اینه که BS و آبا ریزدونه و درشونه چیه؟ با همه اما ACI چی؟ جدا یعنی ریزدونهش جداست درشونهش؟ این الان مال چیه؟ ریزدونه یه مرز عدد چند بود؟ 4.75 اما صد در هم گذاشته اما اگه دقت کنی در بود و نبودش فرقی نمی کنه چرا؟ به حساب نه چون تو در صد تو در اصلا هیچی وجود؟ نه اما تو 4.75 نه خب پایینیه گفتم تا چند لازمه؟ 300 گفتم این تا 150 کشیده پس منحنی که میکشید باید باز بین اینا بیافته مدل نرمی که مال ACI بود یادتونه گفتم چنده؟ از این جد منحنی باید حساب بشید خب این هم باز مال کجا؟ این مال ACI مال چی؟ درشتونش این باری ریزبونه اینه که هنو با هم ریزبونه خب اون دو تا شکل آخرش رو احتمال خیلی درست نیست خب اما توی ASTM گفتم سایز علک ها خب و کران بالا و چی؟ پایین شما باید اینا رو خودتون بکشید یه باری دیگه خود این BF منحنی نداره ACI منحنی نداره اما کران پایین و بالا رو داده کران پایین و بالا چیکار میکنه؟ میای بینید تو 300 میکرون عدد پایین میشه کران پایین میشه 5 بالایی میشه چی؟ 3 فرض کنید توی حالا مثلا فرض کنید سایز علک 8 چند میشه؟ 80 100 یادتون اونجا نشون میدارم که این مثلا 80 90 اونم میشه چی؟ 100 این مال ریزدونشه مشابه همین درشتونه داره که اینجا نداشته چرا اینجا آباده؟ درشتونهش هم باید اینجا آباده درست شد پس؟ تو درشتونه هم باز باید بیاید این کرانا رو بکشید حالا اگه دقیقه این یک عالم عدد داره اینجا از کدوم ستون یا ردیف استفاده کنید؟ گفتنی سآلم چه؟ زنان اینجوری باید بکشیم؟ اینجوری باید استفاده کنیم؟ حالا به خاطر اینکه میدونید از توی استفاده کنیم ماکسیموم بود سنگدونتون چی؟ باید مشخص کنیم مثلا فرض کنید هست 19 تا چند؟ 5 بیاییم مثلا اینجا 20 19 به چند نزدیکه؟ 20 اینو میگهی از بالا تا پایین واضح؟ توی 37 باید چی باشه؟ 100 توی یکی قبلیش یعنی تو خود 20 مثلا میتونه بین 80-90 باشه مثلا فرض میتونه این یکی این ماکسیموم بودش چنده؟ 14 اینجا تو 20 الان 14 چنده باز؟ 100 اما تو 14 چی؟ واضح؟ یه چیه دیگه پس منحنی اینم بکشه منحنی درشونه ACI از این طریق حساب میشه بعد که کشیدین حالا اون محاسباتی رو که نشون دادم تو اون جدول درصد عبوری رد شده اونو باید توش بیافته باز اومده برای بی اس هم گذاشته که این مال بی اس نیست این مال همون چیه؟ ای سی آی ایس این هم که همون ادامه همونه اون اومده باید اما فکر میکنم هر دوش اون جدوله این بی اسه گفته اگر که این مال بی اس باشه میتونید به جای اون چیدش شکلهایی که داده بود
گفتم شکل آماده ایه. میتونید از اینجا هم بکشید. چون اومده اگه دقت کنید نکنید هم ریزدونه رو گذاشته هم چی؟ درشتونه. اما حالا بیاییم توی ACI نکنید فقط درشتونه یه. ریزدونه دیگه نیست. ریزدونه اینی که به چی؟ بعد از 236 و اینا. مرزه بود اینجا. به مرز درشتونه ریزدونه. بعد یکی معمولا بالاتر که ما میگفتیم مثلا اگه ماکسیم بود سنگیزه مثلا 20 باشه توی 30 میشه چند؟ 100 ریزش هم میشه چی؟ 0 خب اینم که الزامات همونه. حالا دانه بندی اگه دانه بندیتون گسسته باشه پیوسته نباشه اون تفکیک سنگدونه ها اتفاق میفته یعنی از هم جدا میشن باید تفکیک اتفاق نیفته پس چی شد؟ گسسته نباید باشه دانه بندیتون چی باشه؟ پیوسته از اکثر سایز ها باید چی؟ داشته باشین نمیتونیم فقط یک سایز خوب داشته باشین یک سایز بعد اگر اینجوری بکشید از منحنیتون کامل یک خط تیز میاد بیرون به این خاطر خیلی جواب خوبی نمیگیرید این هم که ماله ASTM رو داشته این نباید باشه چرا؟ دلشونه ریز بده با هم چی؟ با همه کدوم یکی با هم بود؟ آبا و BS پس این یکی از منحنیه BS باید باشه خب بعد حالا اومده آزمایشات تطویل و تورق رو گفته نگار یک اشاره هم همینجا به همه آزمایشات سنگدونه کرده اول آزمایش اومده گفته تطویل و تورق تطویل و تورق یعنی یک صفحه فلزیه که توش سوراخ داره این هم یک دونه چوبیه این جالباسی که سنگدونه رو از بینش رد میکنن مثلا باید مثلا 10% سنگدونه رو بردارید این آزمایش رو براش انجام بدید ببینید که آیا تطویل و تورق داره یا نه اگه داشته باشه خوبه یا خوب نیست اگه سنگدونه که تو بنویسید ببینید تطویل داشته باشه یا تورق داشته باشه خوب نمیست چون به جایی که مقاومت فشارش ایجاد کنه بیشتر کمانش میکنه وقتی یک سنگدونه پهن باشه به جایی که بیشتر فشار بخوای بهش وارد کنی میره رو خمش سنگدونه رو خمه چی؟ ضعیف عمل میکنن بتون هم رو خمه چی؟ ضعیف عمل میکنن یادتونه مقاومت خمه چقدر به فشاری بود؟ یک دهم این خاطر اصلا نباید تو این اتفاق براتون بیفته این نحوه انجام آزمایشه کلیپش روی اینترنت هفته دیگه میشه تطبیق تبر رو میاره براتون شکلاش تو آزمایشگاه خودمون داریم از روی اینترنت هم میتونید اینو بررسی کنید باز این همون آزمایش قشنگ با جزئیات اومده براتون اشاره کرده این آزمایش بعدی آزمایش لس آنجلسه یه آنامه توپ داره سنگدونات رو میریزید توش و این میچرخه و به میزانی که اون سنگدونا توی این سایش بشکنه نشون میده که سنگدوناتون خوبه یا خوب نیست یا درصد سایشش خوبه یا خوب نیست این آزمایش هم قشنگ میتونید رو کلیکاش همه هست آزمایش بعدی آزمایش دونگانه گفتم بعد مخصوص چند تا داشتیم سنگدونه؟ سه مدل خوش اشبا این اشبا یا عرش میدوسه میبره بعد مخصوص رو توی سنگدون میبره توی آب بعد وزنش رو بعد مخصوص رو حساب میکنی چرا؟ چون بتون وقتی سنگدونه رو میدون تو بتون توی چی قرار میگیره؟ آب به این خاطر عرش میدوسش خیلی مهمتره یا میگن چی؟ دونگان آزمایش بعدی آزمایش ارزش ماسه‌ایه ارزش ماسه‌ای کجا کاربرد داشت؟ گفتم ماسه‌هاتون باید حتما چی باشه؟ شسته چون اگر خاک و اینا داشته باشه باعث چی میشه؟ ناخالصی ناخالصی ضرر داره یا مفیده؟ ضرر داره با این آزمایش ارزش ماسه‌ای میتونید مشخص کنید که میزان خاکی که الان روی سنگدونات اینا نشسته چقدره اگه عددش بالا بود دیگه نباید از اون استفاده بعد یک بار بدیم بشونن بعد کنند این هم آزمایش بعدی ارزش ماسه‌ای درصد رطوبت چم که میتونیم بده اینجا
یک بار خیس کنی، یک بار خشک توی آون میذاری، درصد رطوبتش هم حساب میکنی. جذب آبش هم باید همینجوری با آون میتونیم تشخیص بدیم. خب نکته که توی یک آزمایش دیگه اینجا داره، میتونه آزمایش مقاومت فشاری بتون باشه، سنگدونه باشه. چرا مقاومت فشاری سنگدونه لازمه؟ چون مقاومت فشاری بتون میخواییم دیگه. اگه سنگدونتون ضعیف باشه، بتون تو چی میشه؟ ضعیف. مقاومت فشاری سنگدونه قطب ارتفاع 2 چی شد؟ 2 چه چقدر باید باشه؟ یا اشتباه گفتم؟ قطب مثلا فرض کنید مثلا 2 سانتی باشه، ارتفاعش میشه چقدر؟ 1 میشه 1. ها اشتباه گفتم. بعد ارتفاع به قطب 2، یعنی که ارتفاعش 2 برابر قطبش بشه. معمولا نمونه اینجوری میگیرن، میبرن توی آزمایشگاه ها تحت فشار قرار میدن. مقاومت خوندیم؟ ها میزان فشاری که باعث میشه سنگدونه خراب بشه میشه فشار مثلا بر اساس کیلوگرم. مثلا فرض کنید مثلا میشه 10 تن. اگه سطحش هم مثلا 4 سانت باشه، 4 سانتی‌متر مربع یا 5 سانتی‌متر مربع، مقاومت فشاری چقدر میشه؟ 10 تن. اگه بخوام سوال بدم اینجوری سوال بدم میشه 2.5 تن با سانتی‌متر. 2.5 تن. خب حالا سوالی که واحد نداریم، کیلوگرم سانتی‌متر مربع چقدر میشه؟ مگاپاسکال چقدر میشه؟ محدوده سنگی که قرار میگیره چیه حالا؟ آیا این سنگ خوبه استفاده کنیم یا نه؟